محمد اکرام که در خوشحالخان بخشی از حوزه پنج امنیتی دواخانه دارد میگوید که شب گذشته دزدان تفنگدار به دواخانه او حمله کردند و پس از زخمی کردنش با چاقو پول و تلفن همراه او را با خود بردند. او میگوید از بهره بی‌باوری بر رسیدگی به رویداد و از ترس جانش تا کنون به حوزه شکایت درج نکرده است و کسی هم برای بررسی این رویداد به محل نیامده است. همو نفری اولیش از میز سرمی سوامد دوید که دوید مرا پشترم که چاقو زد، گفتم نزن، هرچی میکنی بیگی خو من تا مرا نزن. در همین حال بامداد امروز دزدان تفنگدار یک موتر نو کرولا را در نزدیکی همین بخش کابل دزدیدند. راننده این موتر میگوید که دزدان نخست او را لتو کوب کرده و سپس موتر و دیگر وسایل همراه او را با خود بردند. سه نفر مسلط باشد، یکیش کلشنکوف بود، یکیش تفنگچه، یکیش برچه. در بغل شیشه آمد، گفت واز که دروازه را، من دروازه ملاک بود. من گفتم بیا در چی میخوای از من؟ در روزهای پسین غرب کابل بیشتر از هر بخش دیگر گواه رویدادهای ناگوار امنیتی چون ترورهای هدفمندانه، دزدیهای مسلحانه و نیز انفجار ماینهای مغناطیسی بوده است. خدا یار در بدر کنه، ما را خدا در بدر کرد. نه بدر کار با ما میتونیم، نه دگه میتونیم، نه دگه میتونیم. ما خود ما این تکسیوان هستیم. مگم به خدا ترس جایی رفته نمیتونیم. پاک بیخی امنی هسته نگسته. از کار بیخی ما هم خانیم ولی نیستی. اغلی زیادی. دولت افغانستان پلیس داره، اردو داره، امنیت هست، دستگاه های کشفی و استخباراتی هست. کجا هست اینا؟ وظیفه اینا اصلا برای ما، برای بنان یک شهروند افغانستانی جای سوال است کجا هست؟ فرماندهی پلیس کابل از میان این رویدادها تنها دزدی موتر را در حوزه پنج امنیتی شهر کابل تایید می کند و می گوید که چگونگی این رویداد زیر کار است.